چشم دل باز کن که جان بینی آنچه چه نادیدنی آن بینی گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی آنچه بینید بینی دلت همان خواهد وان چه خواهد دلت همان بینی جان گدازی اگر به آتش عشق عشق را کیمیای جان بینی دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی با درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی در خدمتون هستیم با برنامه دیگر از به دنبال آفتاب ارز کنم حضورتون که در این هفته بالاخره اون چی که جزء مسائل روز هست مسئله درخشندگی یکی از ستاره های سینمای ایران با دریافت بزرگترین جایزه بین المللی که به یک هنرپیشه سینمای ایران تقدیم میشه و از یک نظر جای بسیار خوشحالی است هم برای ایشان خانم زر امیر ابراهیمی یا اسم واقعی ایشان خانم زهرا امیر ابراهیمی که بسیار جای شادمانی داره واقعا ورود ستاره های ایران در هر موقعیتی چه ستاره های سینما چه ورزشکاران وزن برداران فوتبالیست ها والبالیست ها البته یک قسمت هم باید اینجا تو پرانتز عرض بکنم که این وجود کسانی که مستقیما از طرف نظام اسلامی با همه تنگناها و ارزم حضورتون که محدودیت ها و مقررات خلاف حقوق انسانی و چهره بسیار زشتی از آزادی و حقوق بشر دارد اونها که اونها رو نمایندگی میکنند گرچه ایرانی هستند هموطن ما هستند و ما بایستی خوشحال بشیم کما که اون تیم فوتبال ملی ایران قرار بود به ونکوور بیاد و کنسل شد هم از آمدنش ما یک شادمانی همراه با غمگینی داشتیم که چرا یک تشکیلاتی بیاد ایران را نمایندگی بکند ولی ملت ایران را نمایندگی نکند البته میدانیم که اینها نمایندگان مردم ایران هستند ولی در پرچمی که دارند از جایی که آمدند در سکویی که قرار خواهند گرفت اینها همه نظامی رو تبلیغ خواهند کرد که متاسفانه با حقوق انسانی همون ورزشکارانم درست رفتار نمیکنه و ورزشکاران بیشماری هستند که به دلیل اینکه در زمینه عقاید و نمیدونم اون محدودیت ها و تنگناهایی که نظام اسلامی براشون ساخته محروم از ورود به چنین باشگاه های ورزشی هستند بنابراین مردم ایران در تنگنا قرار گرفتن که چه کار کنن چه کار باید بکنن آیا شادمان بشن یا آیا نماینده این نظام دیکتاتوری استبدادی که با حقوق انسانها فاصله بسیار زیادی داره اجازه بدیم نمایندگی بکنه و ما در همون قلم روی که اینها بل اجبار به دنیا تحمیل کردند به ما هم تحمیل کنند بگن همین هست که هست اگر ورزشکاری میخواد در صحنه بین المللی به درخشه همراه با ما باشه همراه با این پرچم بره باید قوانین خشک مذهبی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که هیچ نوع هماهنگی با فرهنگ و ادب ایران نداره این رو بپذیره و به همون شدت برخورد کنه به همون شدت حساسیت داشته باشه در حقیقت نمادی از نظام دیکتاتوری و استبدادی اسلامی ایران باشه خب این رو به نظر من همه مردم رو در همین تنگنا قرار میده که ما باید چه کار کنیم آیا در خارج از کشور هم که از آزادی و دموکراسی و حقوق و آزادی های اجتماعی برخورداریم آیا باید بپذیریم؟ کما که در این مسئله میدونید که خیلی دو دستگی شدیدی اتفاق افتاده بود که اگر در برنامه وقتی ماند با شما در میان میگذاریم در مورد لغو بازی های تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی فوتبال کانادا در ونکوور اما اینکه من عرض کردم گروهی اون نظام رو نمایندگی میکنند وقتی ما میگیم اون نظام رو نمایندگی میکنن یعنی کلیت نظام یعنی استبدادی حکومت مطلقه اینکه یک نفر پادشاه مملکت بشه یا فرض کنید که رهبر ولایت فقیه با حکم خدایی و تا ابد و با حکم مطلقه حکومت مطلقه و با حکم حکومتی چهل سال در یک وضعیت با این همه اشتباهات با این همه ناکارآمدی ها و مردم نتونن نفس بکشن برای اینکه این هست و نیروی سرکوبگر به همراه داره و همچنین به جو بین که یا نمیتواند درگیر بشود یا فکر میکند ارزش درگیر شدن نداره یا اینکه ما در اولویت نیستیم یا خیلی مسائل دیگه مردم ایران در چنین شکنجه ای قرار بگیرند پس بنابراین راه مسلم معلوم است و ان کسانی هم که انتقاد می حق دارند که بالاخره عرض کردم این مسئله ای نیست که حتما کسی باید موافق باشه یا مخالف باشه به نظرم آزادی وجود داره آزادی بیان هر کی میتونه به همون شکل و امیدوارم طرفداران نظامم بدانند که بقیه مردم هم حق دارند در هر کجای دنیا اظهار نظر بکنن و قرار نیست تحت سلطه ارزم حضورتون که سیاست های تنگ نظرانه و استبدادگرانه اونها باشه اما کسانی هستند که اون نظام رو رهبری یعنی نمایندگی نمی بر برعکس اون فجایعی که در ایران در ایران امروز یا میتونیم بگیم در سایه جمهوری اسلامی اتفاق میفته به رشته تحریر در میارند و با بهترین زبانی به جامعه جهانی معرفی میکنند و در این راه صدمات بسیار زیادی هم تحمل میکنند و برای مسائلی که نظام اسلامی نمیخواد ادالت داشته باشه نمیتونه انسان رو به عنوان انسان بپذیره حتی اگر کسی از روی فقر و فلاکت و بدبختی خودفروشی کرده باشه و فیلمش رو بخوان به دیگران نشون بدن ممانعت باشه و اعلام کنن که حتی نشان دادن این اطلاعات جور محسوب میشه یعنی اینکه به قول مرزیه گفت بسوزد آنچه هست و هاشا دارد که شما در آهنگ معروف مرزی این رو دیدید و واقعا این جمله زیبایی است به سوزد آنچه هست و هاشا دارد در حالی که باید عرض کنم جمهوری اسلامی تمام کارهاش به سوزد و هاشا دارد داره یعنی در ایران میتونم بگم که اصلا از یک خیابون عبور کردن هم امنیتیست اطلاعاتی است و شما نمیتونید دم بزنید کما که در مسئله کرونا شما شاهدش بودید که حتی ارائه آمار استان شهرستان نمیدونم اینها ممنوع بود برای کی ممنوع بود برای مردم ایران و این ممنوعیت جایی است که شما جای پای خواهید گذاشت که نظام ناکارآمدی عدم تسلط بر امور بی و بعضا خیانت و جنایت گروهی از اونها ممکنه به نمایش در بیاد این است که ولی اگر کسی به قول ما در فرهنگ اون است یعنی گوهری که پاکه حاجتی داره که خودش رو بپوشونه میخوام ارز کنم که بعضی از فریختگان جامعه ما مانند نویسندگان مانند ستاره های سینما ارزم حضورت که مانند فوتبالیستا، ها ورزشکار اینا در هر جایی که قرار میگیرند اینها سعی می کنند به نوعی این مسائل رو به عرض جامعه جهانی یا حداقل به گوش ایرانیان خارج از کشور که خوشبختانه یا متاسفانه بیش از هفت هشت میلیون نفر اشخاص فریخته فرهنگ دوست کشور دوست وطن پرست اینا در خارج از کشور هستند و واقعا جمع کثیری از اونها نیروهایی هستند که ایران تا سالهای سال محتاج اونها هستند ولی شاید همون هایی هم که محتاج هستند و میدانند که اینها چه گوهری هستند در عذاب باشند و حسرت بخورند که چرا این گونه است ولی در همون زمانی که همچین حسرتی میخورند میگویند حفظ نظام و حفظ این سل... سیستم سلطه و این استبداد و این سرکوبگرانه نظام باید بماند تا ما بمانیم خودشان هم میدانند که این ره به گورستان است چون شما تا به کی میخواید همه چیز را از دید مردم بپوشانید تا به کی تا کجا بالاخره میگه خورشید آمد دلیل آفتاب یا آفتاب آمد دلیل آفتاب بنابراین از این نظر است که این جریانات در بعضی جاها اتفاق میافته که شما یک سلوشنی دارید میخواید فعلی مخفی یعنی مردم متشنج نشن ولی شما راهکاری دارید و میخواد به زودی برطرف بشه که اگرم بعد اعلام کردید مشکلی نباشه اینجور که در نظام اسلامی نیست نظام اسلامی از چهل سال تا به امروز شما در هر وزارتخانه ببینید دوچار نقصان بیشتری شده سوء مدیریت به مدیران درجه پنج و درجه شیش رسیده حتی بین افراد حزب اللهی حتی بین افرادی که الان مدیران کشور هستند درجات پنجم یا شیشم رده های پنجم یا شیشم و بعضی وقتا تا دهه تا رده دهم ده میان و صحبت میکنن و پست میگیرن معاون وزیر نفت فکر میکنم یه فوق دیپلم باشه یا فرض کنید که حالا راجب به این موضوع هم صحبت میکنم که وقتی میخوام صحبت بکنم از اتفاقی که در آبادان افتاد اینها همه وقتی واقعا من هیچ وقت قصد ندارم وقتی میام پای تلویزیون تو ذهنم یه چیزایی هست ولی وقتی شروع میکنم به صحبت میبینم این صحبت ها الا از هر گوشه که بگیری میشه از کرامات این آقایون ساعتها صحبت کرد اما در مورد اون که عرض کردم انکبوت مقدس عرض کردم اون کسانی که ایرانی هستند حالا غیر ایرانی هم بودن باز باعث تقدیر هستند اما ایرانی هستند و میان یک حقایقی از داخل ایران را که فجایع خاموش اونجا رو حالت زیاد خاموش نیست اینا اینها را میارن بیرون و به دنیا معرفی میکنند و بعد بابت این اقدامات زیباشون جایزه بین المللی رو میبرن بسیار بسیار باعث خوشحالی میشن خانم زهرا امیر ابراهیمی یک فیلم در حقیقت مستندی رو درست کرده از به اصطلاح اون داستان کشتار زنان به اصطلاح روسبی که در مشهد یک آقایی به نام سعید حنایی 16 نفر را در یک مدت کوتاه 16 نفر از اینها رو در خیابانهای مشهد از دم تیغ گذراند و اونها را با فجی ترین وضعی کارداجین کرد و بعد هم نشون میده که نیروی انتظامی بسیار منفعلانه بسیار ناکارآمد کار کرده و نهایتا قوه ای که تا یک صدای یک حتی همین خانم در اروپا یا در امدنم خارج از اونجا یک صدایی میاد فورا قاضی هاشون حکم صادر میکنند اصلا دنبال این برنامه نبودن تا البته خشمش دنیا رو گرفت در مشهد بی نظمی ایجاد کرد و هزاران نفر اعتراض کردند و این مسئله کشتار زنان خیابانی باعث شد که این آقای سعید هنایی رو بالاخره به دام بیاندازند و و اعدام بشه و این داستان رو آمده این خانم زهرا امیر ابراهیمی در فیلمی بازی کرده به عنوان هنرپیشه اول زن این داستان که اسمش هم انکبوت مقدس گذاشته ما وارد این ماجرا نمیشیم چون مسائل زیاد هست که امروز باید بحث بکنیم اما این خانم همه در فیلم در تلویزیون هاشون دیدن در فضای مجازی پر شده از عکس خانم امیر ابراهیمی و داستان مصیبتی که بر مردم ایران در مشهد رفته و یک آدم جانی جان افراد بیگناه مستحق فقیر درمانده رو گرفته چون به اعتقاد همه روشنفکران و به اعتقاد اون چه که در کتاب ها آمده یا به اعتقاد سازمان های مدافع حقوق زنان روسپیگری که از نظر بسیاری از اونها یک برنامه ای است که از مثلا به دلیل تنگ دستی و ندانم کاری و ناچاری و بدبختی و گرفتگی به وجود میاد اینها خودش به خودی خود یک در حقیقت ظلم مضاعف یا یک خشونت اوریان علیه زنان است هیچ خشونت آشکار هیچ زنی نمیاد خودش رو در معرض این مسائل قرار بده با افراد بیگانه با افراد خشن با افرادی که نمیشناسه برای اینکه چندر پوقی بگیره و پولی بگیره و برای افراد خانوادش بچه یا کسی دیگر یا پدر یا مادرش که در منده تر از خودش هستند خرجی بیافریند اینها ظلم هست واقعا به نظر من بایستی مردانی که چون این دردی را ندارند مثل در کشور سوئد یا فنلاند نمیدونم یکی از کشورها که این جرم را متوجه مردان کرده و زنان آزادن ولی مردانی که به این کارها روی می آورند که با همچین زنانی میرن و پولی پرداخت می کنن، اونها رو جریمه میکنه برای جلوگیری از روسپیگری نه زنان درمانده ای که در عین حالم که درمنده هستند اجتماع هم اینها رو به دور بندازه و کما که در همین اوایل شورش 57 ما دیدیم که جنوب شهر ایران شهر تهران با آتش کشیده شد و بسیاری از روشنفکران مقالاتی نوشتند و بعضی از متفکران و دلسوزان رفتند و از بعضی از خانواده های مانده از آتش کمک کردند و اونها را از مرگ حتمی نجات دادند و بعد کتاب ها نوشتند از این جنایتی که در اونجا اتفاق افتاد یک محله که حالا اون وقت میگفتن محله بدنام به همون عنوانی که میگفتن و بود ولی یک عده افراد مستحق تنگ دست بیچاره بدون اینکه کمک مالی به اینا بشه بدون که هدایت بشن بدون که اینها آموزش ببینن اینجور طعمه حریق و آتش زمانه ناسازگار و ظالم بسازن و اونها علا رقم تنگ دستی و گرفتاری ها در آتش یا خودشان یا بچه هاشون یا خانواده هاشون در اون خونه هایی که آتش گرفته بود بسوزند و مردم خوشحال باشند که در درگاه الهی دوچار یعنی برنده یک جایزه شدن قطعا هر مغز حتی خیلی نشکفته هم می تواند بفهمد که این ظلم مضاعف نه ثوابی در کار خواهد بود نه از در وجدان نه از در شرعی و نه از در حقوقی بلکه یک جنایت آشکار و این خشونت علیه زنان تلقی خواهد شد چرا از ما زمانی که امکانات فراهم بکنید و یک کسی برای خودش بر این کارار بکنه اون هم در چارچوب قوانین مدنی دنیا از نظر ارتباطات بین زن و مرد اگر بر طبق اون قوانین و بر طبق اون اساسنامه ها هست اون هم هیچ اشکالی نداره برای که قوانین رعایت شده پس بنابراین ما بایستی این تفکر رو که این خانم زر امیر ابراهیمی با دوربین سینمایی به صحنه آورده تقدیر کنیم و بدانیم که چه جنایت هایی در دنیا اتفاق میفته و چه کسان مظلومی که حتی دادشون هم به جایی نمیرسه ولی به وسیله افراد بسیار متعهد اخلاقی مانند خانم امیر ابراهیمی به صحنه های فیلم و در فستیوال کن به نمایش در میاد و به عنوان اولین هنرپیشه زن جایزه بهترین رو خواهد گرفت اینها مسائلی است که به نظرم دل هر دردبندی رو به درد میاره کسانی که به عنوان هیئت داوران این مسئله ها رو دنبال می کنند و رأی میدن مطمئن باشید که اون چیزی که در پشت دوربین ذهن این داوران رو به خود مشغول میکنه اون جنایتی است که هنوز پاسخ داده نشده است و اونها هستند که این جنایت رو میبینند و از کسانی قدردانی میکنند که خودش رو به هزار آب و آتش زده و تا خودش رو به اونجا رسنده و این فیلم در خارج از کشور فیلم برداری شده و اون چی که در مشهد اتفاق افتاد رو یعنی میشه گفت در حقیقت هرچی تهدیگ بود آورده سر کفگیر و نشون داده که در عمق جامعه اسلامی ما زنان تنگ دست بیچاره ای هستند که دوچار ظلم مضاعف بر گرفتاری های ایدئولوژی قرار میگیرند و این چنان جان میدهند بنابراین از این نظر ما ایرانیان خارج از کشور مسلما به چنین ظلم های اعتراض داریم چنان آدم هایی رو تحسین می کنیم. ما وارد جزئیات که این خانم کی هستند و چگونه بودند و چگونه هستند و اینها رو نباید و نمیتوانیم وارد بشیم ولی اون چی که برای ما ایرانیان مسئله است بیگناهی اون زنانی که کشته شدند تنگ دستی جامعه فقر و فاقه و گرفتاری های حاصل از یک رژیم ایدئولوژی مستبد که تمام امکانات مملکت رو صرف سوریه و یمن و عراق و تا شاخ اون بر آفریقا تمام پولهای ما بره و زنان ایرانی زنان بسیار بسیار فریخته ایرانی این دست به چنین کارهایی بزنم و یک آدم اوباش عوضی مثل آقای سعید سعید هنایی بره و اینها رو تک تک گیر بیاره و کارداجین کنه این یک مصیبت زیادی است و این خانم امیر ابراهیمی به نظرم همطور که خودش در مسابقه ها گفته با مشقات زیاد با گرفتاری های زیاد بالاخره این صحنه ها رو به روی صحنه سینما کشنده و در اختیار جهانیان قرار داده بخصوص کسانی که دلسوز ایران و ایرانی هستند من توصیه می کنم این انکبوت مقدس رو که خوشبختانه در یوتیوب هست به صورت مفصل فیلم کامل حدود 55 دقیقه است و تیزرهای فیلم در حد چهار دقیقه هست نمیدانم اتاق فرمان جناب فرزاد شاد بتونن این تیزر رو هر وقت پیدا کردن در این 20 دقیقه ای که ما مونده که صحبت بکنیم اگر بشه اون تیزر حدود چهار دقیقه است ما بتونیم در همین برنامه اون تیزر ان کبوت مقدس رو برای شما اینجا نشون بدیم اگر نتونستیم مسلما در یوتیوب هست و شما می توانید به آن مراجعه کنید و یا تیزرش یا حداقل یا حداقل تیزر یا حد فیلم کاملش که 55 دقیقه است این رو ببینید حالا از این که بگذریم ارزم حضورتون که میریم سراغ اون مسئله ای که اول عرض کردم ببینید ما مشکلات این مملکت مهمترینش این است که شما نمیدانید کجا زندگی میکنید کیا بر شما حکومت میکنند اون چی که میگن آیا پخش میشه اگر اونا هم راست بگن آیا صدا و سیما پخش میکنه اگر صدا و سیما پخش کنه آیا دیگه دستگیرشون نمیکنن یعنی شما باید از این سیستمی که در تاریخ جهان بی نظیر یا حداقل کم نظیر باشه بتونید جون سالم به در ببرید بتونید یک خبر درست بشنوید در کنار این مسئله انکبوت مقدس که این هفته فستیوال کن نشون داد مسئله دیگه وضعیت آبادان هست ببینید اشکال مملکت این نیست یک ساختمان چند طبقه به روی مردم مظلومی که حتی صداشون هم نمیتونن در بیارن حتی اجازه ازاداریم هم ندارند فرو ریخته اشکال فساد انانگسیخته و سیستماتیک تمام ارکان حکومتی است که دوزی اختلاس راندخاری بی سوادی بی برنامگی و همچنین خشونت آشکار علیه مردم ایران هست در هر کجای دنیا از این مسائل اتفاق می افتاد واقعا شاید یک برنامه جدی در رأس یعنی نخست وزیر یا فرض کنید که رئیس مملکت استعفا می کرد برای این نیست که یک ساختمان که جان دهها آدم رو گرفته فرو ریخته اون که جای خودش اما به این دلیل که همه همه دستن در اون برنامه فاسد و دوز بودن این رو وزیر کشور اعلام کرد که این برنامه یک راندخاری و یک دزدی و یک رسوایی چند جانبه و همه جانبه از استاندار و شهردار و به امور مستقل اون اروندرود و اون همه همه و همین آقای عبدالباقی که به نظرم اسم خوبی هم داره ایشون باید عبدالباقی باشه یعنی باید بنده کسی باشه که باقی بماند و ظاهرا باقی هم نگرش داشتن در هر صورت من اینجا براتون باز کنم مطلب رو ببینید کسانی که حزب اللهی هستند بسیجی هستند وابسته به سپاه هستند وابسته به ارگان های مملکتی هستند سهمیه وارد دانشگاه ها میشن حتی میشناسم کسی رو که تعریف میکرد یکی از رؤسای دانشگاه ها که اصلا کسی که دیپلم هم حتی نداشت برای رشته پزشکی معرفی شده است و هیچ قدرتی در داخل کشور وجود نداره که بتونه جلو یک راندخاری مبتزل و غیر علمی و غیر منطقی رو بگیره بنابراین اینها افراد بی سوادی هستند که به صورت سهمیه نه به صورت کنکور و یا در حقیقت انسان های با نمره بالای کشور هستند یا از فریختگان هستند نه اینها سهمیه ای هستند که باید وارد دانشگاه ها بشن وقتی وارد دانشگاه ها میشن نمره گرفتن از اساتیدم هم به همین ترتیبه هیچ استادی فکر نمی کنم در هیچ دانشگاهی حتی اگر از خودشان حزب اللهی باشه جرأت بکنه که در امتحانات اینا نظر درست حسابی نده همه ای اینها راندخارن همه اینها نمره و نمرات هم وسیله این اساتید داده میشه اگر ندن استاد برکنار میشه نه شاگرد اگر این شاگردانی که به این افتضاح وارد دانشگاه شدن نمره نیارن استاد اخراج میشه همین ها به همه جا دست دارن سیستم رو از بین میبرن بنابراین مجبورن اگر میگه همراه اونها بشن دیگه بنابراین به این ترتیب مثلا فار تحصیل میشن در رشته مهندسی یا رشته پزشکی یا هر رشته دیگری در حالی که بارها به مجلس منتقل شده به دولت منتقل شده که آقا این معدل کسانی که در کنکور شرکت میکنن بسیار بالاست و کسانی که سهمیه ای وارد میشن بسیار پایینه یعنی از حداقل اقل میانگین نمرات دیپلم حتی آدمهایی هستند که در این دبیرستان هستن از اونها هم پایین تره ولی دانشگاه ها هدایت میشن بدون امتحان بدون نمره و بعدم عرض کردم این آقا که هنوز مرکب همین لیسانس مهندسی یا هر چیزی دیگری رو ارزم حضورتون که خشک نشده از طریق راندخاری اجازه استخدام در ادارات مختلف معاون وزیر نمیدونم مشاور وزیر رئیس منطقه آزاد و اینجور چیزها میشن و بعضا هم با اون سلسله افرادی که در اونجا گمارده شدن مثل فامیل آقای شمخانی که برادرزاده و عموزاده و نمیدونم اینها هم در همون تیکه ها و همون جا هستند و اونها هم یک اتصال منفعتی برقرار میشه و اون چی که حاصل میشه یک ساختمانی است که گرچه همون نظام مهندسی خوزستان به بیکفایتی این فرد و بیکفایتی این ساختمان و متزلزل بودن پایه های اون رأی داده و این رأی به کورت رفته دادگاه رفته و در اونجا رد کردن نظرات متخصصین رو و به این آقا کمک کردن تا این به جای اینکه چهار طبقه یا پنج طبقه دستور یعنی پروانه ساخت داشته هفت هشت طبقه هم اضافه کنه رو همین پایه های سوس و بر سر مردم آن برود که رفت این حاصله یک سیستم ناکارآمد نامرد که بر اساس عدم آگاهی به علم و معرفت و حتی شرع مقدس و همه اینها یک همچین سیستم فاسدی رو در همه زمینه ها فراهم میکنه و حاصلش همین است که میگن در تهران اینجور که دو روز پیش اعلام کردن 129 هیرایز به همین ترتیب پایه های سوس دارن تا چه ها بر سر خاکستر پروانه رود بنابراین اونها رو باید ببینیم در آینده بعد میرسیم این که خب بالاخره این ساختمان فرو ریخت اگر این ساختمان فرو ریخت بالاخره انسان هستن اون افرادی که در کافی شاپش بودن در نمیدونم رستورانش بودن و که اونجا زندگی میکردن در آفیس ها یا در کارگرانی که اونجا بودن همه اینها زیر آوار رفتن و اولین حرکت به نظر من باید حرکت آتش نشانی و سازمان امدادگر مخصوص با بیل الکتریکی و سگ که انسان یاب هستند و یا تیم ورزیده و همچنین کمک به خانواده ها که این عزیزانشون از دست دادن و عذرخواهی و دستگیری افراد خاطی همراه باشه ولی به جای همه اینها نیروی نظامی ضد شورش فرستادن برای که این رژیم چیزی جا سرکوب نمیشناسد فقط سرکوب فقط سرکوب فقط سرکوب بعدش هم فراموش میشه چون بعدا هم اتفاقاتی دیگه میفته یعنی این رژیم هر هفته یه اتفاق توش میفته این از که فراموش میشه در یک جایی مسئله اتفاق میفته تو سالها بایستی استعفا براش بدن و پیگیری کنن در دانشگاه آقا چجور وارد شده نمیدونم کی به این اجازه داده شهردار کی بوده در همه جای دنیا ولی از بس که این اتفاقات پی در پی در ایران میفته و اگرم بخوام دنبال کنن باید جمعیت کسیری ازاداری کنند مردم به طرفتاری اینها که مظلوم واقع شدن به خیابانها بریزند و ناکارآمدی و نا بی کفایتی این رژیم رو بهش یادآوری کنند تا تازه یه مقداری به راه بیان و مثلا وزیر کشور بگه که این جنایت است که به صورت یک جنایت باید بررسی بشه خب این جنایت رو مسلما بگون در نظام شما که اصلا غیر خودی نیست پس هر کی که هست خودیست اگر خودیست چرا این سازماندهی سازماندهی دانشگاه ها و این راندخاری ها ها چرا اینا رو بر نمی چینید؟ علتش هم این است که اگر شما دست به یک جایی بذارید اونها هم دست به جاهای دیگر خواهند گذاشت کما که میگن میگن اگر که شما مثلا راندخاری های آقای شمخانی رو رو کنید که برای نوش میدونید که یک های رایز میگن من ندیدم شنیدم در اون قسمت های لشکره کجاهای خوش آب و هوا هست خب آقای با اون یکی دیگه شهردار سابق و رئیس مجلس فعلی هم در اینجور که آقای, خا... آقای روحانی میگفت اول شروع شده از زمین های برغبه در مشهد و بعد اختلاس های شهرداری ملک نجومی سپرده شدن بسیاری از امکانات به خانمشون و یا غیر و غیر که اینها را خب اونها هم یاد رو رو بشه میگه گر حکم شود که کسی رو بگیرن در شهر هر که هست گیرن از این نظر کار پیش نمیره برای که شما دست هر جایی که بذاری مصنوی هفته آدمان کاغذ شود یا به قول آقای خاتمی گفت حساب هس سه هزار میلیارد دزدی نکنید کیلومترها اسم ما داریم خب مقاماتی هم که الان سرکار هستن میدونن که همکارانشون مثل خودشون هستن هر کدامشون دستشون تو یک جایی است خانواده لاریجانی در قسمتهایی از تهران خب اون مرزارها و کشزارها رو داشتن در ورامین ایاتون باشه آقای محمد جواد لاریجانی که اصلا فراموش شد اون چیزا یا آقای قالیباف در برقبه مشهد یا هر کدام هر کدام که اسم ببرید میبینید که مسائل خیلی زیاد هست از این نظر هست که دست که فرو ببرید در این که این جنایت چگونه است درست افراد پشتیبان این همین آقای الباقی حسین عبدالباقی خواهد آمد و گفت میخواهد گفت که در بیت چه می در نات های زیر مجموعه مقام رهبری در مسائل مختلف چگونه میذاره و بعد شما رو از همون اول که اعلام میشه این چیزها شما رو به جای میرسونه که بهتره که به قول آقای خامنه ای رهبر ایران کشش نیارید چون اگر کش بیارید به خودتون هم خواهد رسید بنابراین مسئله اینه مسئله یک در حقیقت فساد گسترده انان در واردات در ارز در خار... کمپانی هاست در دور زدن تحریم هاست در اختصاص ارز هست در ساختمان سازی است در تصاحب زمین ها که تا حتی اون پاهای های دماوند هم رفتن در همه جا در همه جا اینها هست و نمونه بارزش این است که شما دیدید که در این ارزم حضورتون که 129 حیرایزی که گفتن نتونستن اسمش رو اعلام کنن یعنی مقامات امنیتی جلوش گرفتن چرا جلوش گرفتن؟ برای که مقام امنیتی داره کار خودش میکنه اون میدونه فساد هست اون میدونه که اگر این اعلام بشه تمام ساکنین این خونه ها میرزن تو خیابون و پولشون رو میخوان امکاناتشون میخوان دوباره یک آبادان دیگری در قلب تهران ساخته میشه ولی ما تا به کی میخوایم اینها رو سرپوش بذاریم نمیدانم بالاخره آنچه که ته دیگه یک روزی سر کفگیر خواهد آمد کما که الان شروع شده هیئت های نویسندگان سلبریتی های تلویزیون و سینما اینها نامه های نوشتن امضا کردن و همگی اعتراض دارن که این وضعیتی که در آبادان اتفاق افتاده که شاید در خیلی از شهرهای دیگر هم باشه و بعدش هم متاسفانه اینا, اینا اعلام کردن که خب معلوم میشه همبستگی مردمی به وجود آمده و دولت باید بسیار حراسناک باشه ولی من اگر جای دولت بودم شروع میکردم به صحبت آشکار با مردم و اگر ناکارآمد هستند بر کنار بشن حتی در جمع خود افراد مورد اعتماد نظام هم افراد تر از این افرادی که با آقای رئیس کار میکنن زیاد هست حد اقل اونها رو سرکار بیارن شروع کنن از یک جایی به پاکسازی صدا و سیما به پاکسازی ادارات به پاکسازی این کار سیستم هایی که گوینده ب... اخبار که نیستند اینها نهان کننده اخبار هستند کسانی هستند برای این به وجود آمدن که نذارن خبرها پخش بشه نه اینکه خودشون خبر بیارن به مردم بدن بنابراین اینها رو بر... برکنار این کمان که در مورد مسئله ارزم حضورتون که اون هفته های پیش که مسئله جراحی اقتصادی بود من عرض کردم جراحی اقتصادی به این نیست که شما برید همون ارز 4200 تومانی جهانگیری رو من کنید که حالا یه آب باریکش به مردم میرسه بگید دیگه از این به بعد همین چیز هم که دست تو میرسه 5 6 برابر میشه اینکه جراحی نشد جراحی خودش تشخیص میخواد تشخیص بیماری رو میخواد جراح میخواد تیم میخواد بیمارستان میخواد و همچنین مسائلی که بعد از جراحی باید باشه اگر اون ت... پس این یک سلاخی است چاقو همون کارو میکنه یا آدم که آدم میکشه آدم میکشه ولی چاقوی جرای بیماری رو خوب میکنه بنابراین کاری که حالا به من اطلاع دادن که اون تیزر آماده شد تیزر فیلم انکبوت مقدس و من خواهش میکنم از جناب فرزاد که این تیزر فیلم رو بذارن برای شما اه, که یک ایده ای به دست بیارید شاید بعدا بتونید برید این انکبوت مقدس رو که 55 دقیقه است ببینید با هم نگاه میکنیم یعنی چیزم میکن؟ کم یادداشت کن یادداشت میکنی بله بله بفهم من یک بینا کیجنداس بیت مبروم مقدس بردار نیوم در همین حال انکبوت قاتل بر مشهد سایه گسترده است عرابه بر اون قطره ناموسی هم هست ساروهای مسلم هستن خانم جون فکر میکنی کجایی الان؟ اگر فقط دنبال زنای خراب که های خاک در این شخص طبق فتوا فکر میکنید که پشت پرده داریم توته میکنیم شما باید مراقب رفتارت باشی علال خصوص در مشهد مقدس ای... سیاه چاله تنه داره میگم با بگم پیمو کنم خورم برای بنایی و گشکاری و ساختمونسازی و چنیش نداره رو تا این بود جاید انداده غیبی مطمئن باشین کارم و هنوز خب بسیار ممنونم از جناب فرزاد که این تیزر رو پیدا کردن البته گرچه این تیزر چند دقیقه است ولی در همون حدی که برنامه اجازه میداد پخش کردن ولی از شما خواهش میکنم یوتیوب هست هم تیزرش هست و هم فیلم 55 دقیقه اون رو تماشا کنید تا ببینید چه وضعیتی بوده در هر صورت با تشکر از شما بینندگان گرامی و همچنین با تشکر از فرزاد جان در اتاق فرمان که برنامه رو اداره کردن و همچنین مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم خدا نگه چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی آن بینی گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی آنچه بینی دلت همان خواهد و آنچه خواهد دلت همان بینی جان گدازی اگر به آتش عشق عشق را کیمیای جان بینی دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی